مهمان من از انقلابیون مسلمانی بود که در سال 1357 همراه آیت الله خمینی از پاریس به ایران رفت. در آنجا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تأسیس کرد و شغل‌های مهمی در حکومت انقلابی وقت گرفت. او بعداً به زندان افتاد و بالاخره از کشور خارج شد. او که حالا در واشنگتن زندگی می‌کنه مخالف حکومت اسلامی است. مهمان من از تجربه فعالیت سیاسی و انقلابی خودش میگه. آقای محسن سازگارا، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. ممنون. آقای سازگارا، شما معاون نخست وزیر بودید در ایران، معاون وزیر صنایع سنگین بودید، از اعضای رهبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بودید و این با این سمت‌های انقلابی در نظامی که هدف اصلیش از همون اول مبارزه علیه امریکا بود در واشنگتن چه کار می‌کنید؟ من اول یک تصحیحی بکنم. من یکی از اعضای شورای فرماندهی موقت اول سپاه بودم و در دوره آقای رجایی هم معاون سیاسی وزیر مشاور در امور اجرایی سمتم بود و کارم هم معاونت سیاسی آقای رجایی بود. بعد هم رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودم. من در اون دوره مثل هر انقلابی دیگه‌ای در انقلاب اسلامی ضد امریکا بودم و جزو همون 50,000 تا دانشجویی بودم که در امریکا درس خونده بود و شاه یه بار توی مصاحبه گفت که امریکا عرضه نمی‌کنه 5000 تاشو طرفدار خودش بکنه. من در شیکاگو هم که درس می‌خوندم شاید در ده‌ها تظاهراتی شرکت کردم که یک پاشم شعار ضد امریکایی بود. خب جواب منو ندادی، اینجا چیکار می‌کنی؟ به تدریج مثل خیلی از همنسلای خودم عقایدم عوض شد. من به خصوص وقتی مسئولیت در صنعت کشور گرفتم، از سال 61 تا سال 65 یک بارم، در سال 67 تا سال 68 که بعدش هم دیگه از دولت اومدم بیرون، دیدم به تدریج عوض شد. تجربه اجرایی و بعدم دست دادم وقتی تو آتیش اجرای مملکت بره تغییر کردیم. شعارهایی که میدادیم ضد سرمایه‌داری، ضد امپریالیزم، به خصوص مسلمان‌ها اینجاها تحت تاثیر چپ‌ها بودن در جنبش انقلابی ایران، به تدریج دیدم که اینها باهاش نمیشه مملکت اداره کرد. صنعت، اقتصاد آزاد. چرا آقای سازگارا، شما از همون اول در همونطور که خودتونم گفتین در جریان همه امور بودین، ذهن خلاقی داشتین، همیشه مطالعه میکردین، و چرا 10 سال طول کشید که شما به این نتیجه برسید؟ در واقع میتونم بگم اولین جرقه هایی که برای من تغییر فکر ایجاد کرد در دولت آقای رجایی بود، وقتی که اون اعلامیه 10 ماده دادستانی رو ما درست کردیم که سازمان های مسلح باید خل سلاح بشن ولی آزادی باشه برای همه گروه ها، چپ ها، راست ها، هر کی مخالف موافق. و وقتی آقای لاجوردی یک شب 60 روزنامه رو بست، دادستان انقلاب مرکز، و اون جنگ بی سرانجام و خونین بین مجاهدین خلق به خصوص و دادستانی انقلاب از سوی دیگه و کمیته ها از بالا سر ما انجام شد، میتونم بگم اولین جایی بود که سرم به سنگ خورد و فکر میکردم که، یعنی فهمیدم که به این سادگی نیست. بعدن در صنعت هم که رفتم و هم دلیلم کار سیاسی رها کردم رفتم توی صنعت، ولی توی صنعت هم شاید 1 سال که گذشت از مسئولیت سنگینی مثل اداره بیش از 140 تا کارخونه بزرگ کشور و فهمیدم که صنعت چه فرمولی داره، آهسته آهسته شروع کردم به خودم گفتن که خیلی خوب، حالا برای اینکه کار پیش بره باید مطالعه کنیم. من در واقع میتونم بگم از اوایل سال 1364 که اولین بار استعفا کردم به خودم قول دادم که بشینم مطالعه بکنم و شروع کردم. اولین کاری که کردم آثار بانیان انقلاب رو از خود آقای خمینی شروع کردم تا آثار شریعتی دیگران رو خونده بودم همشون رو قبلا، اما بازخوانی کردم، دوباره خوندم. این دفعه حالا دیگه 30 سالم بود، 20 سال هم نبود که با شور انقلابی بخونم.
دوباره که بازخوانی کردم در واقع حالا دیگه با عقلانیت نگاه میکردم نه با احساسات. یعنی شما در واقع بعد از همین مطالعات و تمام اون مشاهداتتون در دوران انقلاب و بعدش از طریق سمت هایی که داشتین بالاخره به این نتیجه رسیدین که نمیباست انقلاب میشد؟ به نظر من، یعنی من اگه یه دفعه دیگه به دنیا بیام، مطمئنن اگر یه شاهی همون جوری باشه، دیکتاتور باشه، علیهش مبارزه میکنم، ولی دیگه انقلاب نمیکنم. نه، دنبال انقلاب خشونت بار و ایدئولوژی انقلابی نمیکنم. اگر شما الان به این نتیجه رسیدید و فکر میکنید که این کار اشتباهی بود، بالاخره شما 10 سال در همه این مراحلش سهیم بودید و چه بسا تصمیمات خیلی زیادی هم در مراحل مختلف گرفتید در این انقلاب، آیا شما در موقعی هستید که بگید من اشتباه کردم، مردم ببخشید؟ بله، من خوشبختانه البته خودم رو نمیخوام خیلی تطهیر بکنم، خوشبختانه خدا شامل حالم بوده، در واقع در این سمتایی که داشتم هرگز نه دستم به خون کسی آغشته شد نه به آبروی کسی و اصولی هم داشتم و اون اصول شاید راهنمام بوده، ولی به نظرم نه فقط من این رو گفتم بلکه در مبنایی ترین مبانی انقلاب اسلامی نقد کردم، نوشتم، منتشر کردم، نقد اجرایی کردم، نقد تئوریک کردم. و ولی شما میدونید آقای سازگار که هنوز در ایران عده زیادی طرفدار انقلاب هستند و خیلی عاشقانه طرفدار انقلاب هستند و در راه انقلابشون کماکان دارن هم شعار میدن هم در عمل حاضرن هر کاری بکنن و جمعیت کمی هم نیستن و اینها به شما میگن که شما به انقلاب ایران پشت کردید و شما خائنید. حق دارن بگن، حقشونه که به قول اون جمله معروف ولتر که به روسو نوشت که من حاضرم جونم رو بدم تا مخالفم بتونه حرف بزنه، من هم حاضرم جونم رو بدم تا اون مخالف من که به من میگه خائن بتونه حرف بزنه، ولی فکر میکنم من هم حق دارم که تجربیات خودم رو به نسل جوان منتقل کنم. من یک بار در دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی در جمع دانشجوها گفتم نسل ما نسلیست که اشتباهات بزرگی کرده، ما با 4 تا خط ساده تمام این تمدن غرب رو رد میکردیم، ما با 4 تا خط ساده ایدئولوژیک فکر میکردیم که میتونیم که یک یوتوپیا در روی زمین بسازیم، یک مدینه فاضله بسازیم. شاید از دست نسل ما خیلی کاری برای شما بر نیاد، اما یک چیز رو نسل ما به شما بدهکاره، ما باید تجربه‌مون رو درست به نسل شما منتقل کنیم که دیگه اشتباهات ما رو نکنید. شما یکی از در گذشته افتخاراتتون بوده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به هر حال طراحش بودین و در تأسیسش نقش خیلی مهمی داشتین. شما میگین که این طرح رو حتی قبل از پیروزی انقلاب ایران در پاریس شروع کردید و حتی سازمان هایی هم درست کردین که افرادی رو بفرستین در خارج در خاورمیانه تعلیم ببینن. آیا کماکان جز افتخاراتتونه سپاه پاسداران؟ سپاه پاسدارانی که ما اون روز درست کردیم اینی که الان هست نیست. ما اولا در پاریس تو فکر بودیم که یک ارتش مردمی درست کنیم، چون فکر میکردیم مبارزه ما با شاه مثل انقلاب الجزایر سالها طول میکشه و یک جنگ طولانی خواهیم داشت. هیچ کس فکر نمیکرد که رژیم شاه ظرف 3 ماه وابره از هم و انقلاب پیروز شه. ولی فردای پیروزی انقلاب در واقع 3 تا موضوع فوری تو ذهن همه بود. یکی امنیت کشور بود، دیگری خطر کودتا بود که تجربه تلخ کودتا علیه مرحوم دکتر مصدق رو هم داشتیم در کشور خودمون، سومی هم ما اون موقع فکر می‌کردیم آمریکا به ایران حمله می‌کنه و یک مدلی مثل ویتنام تو ذهنمون بود. من یک ارتش مردمی احتیاج تا مردم رو بسیج کنه، در صورت حمله خارجی از کشور دفاع کنه. اما سپاه در طول تاریخش و هنوز هم واقعیتش برمیگردم می‌بینم در اون مقطع شکل دادن یک همچین ارتش مردمی کار درستی بوده، که ارتش به قول لغت‌های بچه‌های چپی ارتش خلقی، ولی سپاه در طول تاریخش این 30 ساله به نظر من در 3 جا دچار انحراف شده. یه بار در زمان جنگ تبدیل شد به ارتش کلاسیکی یواش یواش، بعد از جنگ وارد تجارت شد در دولت آقای رفسنجانی، اشتباه دوم، انحراف دوم،
و به خصوص در دوره اصلاحات با ندونمکاری آقای خامنه ای سپاه وارد فعالیت سیاسی شد با اسلحه و دستبند. این سه انحراف سپاه فعلی رو الان به چیزی تبدیل کرده که ارتش مردمی که چه عرض کنم یک ارگان سرکوبگری شده که هم یک حزب سیاسی، هم یک کارتل سرمایه‌داری، هم یک سازمان امنیت، هم یک ارتش کلاسیکه و یک سازمان منحصر به فردی شده که مردم آزاره. خامنه‌ای اسم بردید، به نظر میرسه در نوشته هاتون و صحبت هاتون که شما در واقع مقاطع بعد از انقلاب رو تقسیم میکنین و به نظر میرسه که از زمانی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شدن به بعد رو وقتی میدونین که به هر حال اوضاع نابسامان‌تر شده، یعنی همه کاسه کوزا رو این وسط سر رهبر کنونی جمهوری اسلامی خورد میکنین، به نظر درسته؟ به نظر منصفانه است؟ نه من همچین عقیده ای ندارم. به نظر من اشکالاتی که الان در نظام جمهوری اسلامی هست به قول حکما در واقع به ذات بالعرض نیست، اشکالاتی که هست در ذات تئوری نظامه و اگر آدم ها رو شما عوض کنید 10% 15% ممکنه تغییر بکنه. آنچه که اتفاق افتاده هیچ چیز عجیب و غریبی نیست الا اینکه یک تئوری، اون قرائت انقلابی از اسلام به شکل دین حد اکثری با تبعاتی که داشته در واقع مجموع اون تئوری به اجرا در اومده شده وضع فعلی. بنابراین نه، اصل اشکالات در بنیانشه که آقای خمینی هم همین اشکالات تئوریک رو داشت. شما پس فکر میکنید که این برداشتی که از مواضع مختلف شما در این دوران بوده غلطه؟ شما واقعا ولی شما عملا با آیت الله خامنه‌ای در افتادید؟ بله، یعنی حمله اصلیتون علیه آیت الله خامنه‌ای بود تا این سالهای اخیر؟ بله، من البته اینو بگم، من یک بار که زندان افتادم در سال 63 به جرم پرونده انفجار نخست وزیری آقای لاجوردی ما رو کرد زندان و اگه دستش می‌رسید تیربارون نمونم می‌کرد، به دستور آقای خمینی 24 ساعت بعد آزاد شدم، رفتم دیدن ایشون و اون چیزی که تو زندان دیده بودم به ایشون صراحتا گفتم و نوشتم هم طی نامه خصوصی به ایشون دادم، نوشتم آقای خمینی این کارهایی که آقای لاجوردی میکنه یا شما باهاش موافقید بگید من تکلیفم بدونم، اشتباه کردم از پاریس دنبال شما اومدم، یا مخالفید چرا جلوشو نمیگیرید. البته آقای لاجوردی نه به دلیل حرف من، شاید به دلیل خیلی شکایت های دیگه هم که بود یک هفته بعد عوض شد و فهم فکر میکردم درست شده، خب الحمدلله رفتم چیزی رو گفتم. اون موقع هنوز این درک رو نداشتم که اشکالات ذاتیه. بنابراین با آقای خمینی هم خیلی تعارف نداشتم، ولی با آقای خامنه ای به نظر من ایشون یک نکاتی هم داره که بیش از آقای خمینی قابل سرزنشه. ایشون در واقع به دلیل اینکه اون پایگاه روحانیتیش ضعیفه خودش رو برده به سمت یک جور نظامیگری و امنیتیگری که پایگاه قدرتش رو در واقع از روحانیت شیفت کرده به یک ساختار نظامی امنیتی و ایشون نقدای جدی بهش وارده، به خصوص به این تئوری توطئه‌ای که یک دشمن جهانی فکر میکنه هست و دنیا رو حاصل توطئه یک هیئت مدیره میدونه همه چیز رو، تئوری تهاجم فرهنگی که ایشون مطرح کرده، اینطور در دهن هر روزنامه نگاری رو ببنده، روزنامه ببنده و همه کار. به هر حال نقدای من با آقای خامنه ای واقعیتش این نیست که درسته، و از آقای خامنه ای جدی تره، برای اینکه ایشون به قول خودش هم میگه که من رهبر ایستادم، آقای خامنه ای رهبر نشسته بود، یعنی در هر جزئیاتی دخالت میکنه. ایشون حتی تا اعضای شورای تئاتر رو در کشور خودش از دو نصب میکنه، بنابراین طبیعتا نقدم بیشتر متوجه است. بسیار خوب، شما در واقع اواخر فعالیت سیاسی شروع کردید، یعنی به شکلی که انتقادی به نظام ولایت فقیه کردید و بعد بالاخره به زندان افتادید، در زندان اعتصاب قضا کردید و به نظر میرسید که هدف اصلیتون در واقع ادامه فعالیت های سیاسی، مبارزه سیاسی با حکومت جمهوری اسلامی ایران. شما فکر میکنید الان که اومدین در واشنگتن شما باز کماکان همون فعالیت رو میکنین و آیا بهتر میتونین فعالیت سیاسی بکنین و چیکار میکنین؟
طبیعتا آدم وقتی توی مملکت باشه شاید تاثیرش بیشتر باشه. من شاید اگر الان میتونستم همونجوری که بیش از 50 دانشگاه کشور سخنرانی کردم الان وسط دانشگاه تهران صحبت بکنم، مطمئنا تاثیر بهتری شاید میداشت. اینی که آیا فعالیت سیاسی میکنم، آره من شغلم سیاست و سیاست پیشه هستم و افتخارم میکنم به اینکه وارد سیاست شدم، زندگیم رو هم برای این کار گذاشتم. چون تو مملکت ما خود سیاست مدار بودن مثل فحش میمونه بگن یه کسی سیاست مدار، ولی به نظر من بی خجالت بعد یه کسایی بگن شغلمون سیاسته و دارن سیاست ورزی میکنن. در خارج طبیعتا ممکن تاثیر آدم کمتر بشه. من همجور که احتمالا میدونید بعد از اون اتصاب غذای طولانی به دلیل مشکلی که در چشم و قلبم داشتم اومدم خارج برای معالجه. اولا اومدم انگلیس، ولی در انگلیس تا بودم یک سال زندان من محکوم کردم. اتفاقا با بی بی سی هم مصاحبه کردم، اعلام کردم من برمیگردم وقتی معالجم تموم بشه. اومدم امریکا برای معالجه قلبم، 5 سال زندان میگم گذاشتن روش و به 6 سال زندانم محکوم کردم. باز اینجا با روزنامه واشنگتن پست مصاحبه کردم و گفتم که من برمیگردم کار قلبم تموم شه، ولی اگه برم زندان بازم اتصاب قضا میکنم. منتها خیلی دوستانم از ایران، دولت آقای احمد نژاد اومد رو سر کار، تماس گرفتن، توضیح دادن به من شرایطو، به هم توصیه کردن یک کم بمون برای اینکه اینا این دفعه اگر به توصیه دوستانه که شما برمیگردین، ولی خودتون قلبا میخواین که برگردین به ایران و فعالیت. حتما دوست دارم. بله البته خب عقلش هم آدم باید به کار بگیره، هنر نیست که خودشو به کشتن بده، باید اون کاری رو بکنه که بیشترین فایده رو داره. در سیاست این تصمیم خیلی سختی نیست که کسی تصمیم بگیره کشته شه. آقای سازگارا، شما رفراندوم 60 میلیونی رو راه انداختید. چند میلیون نفر امضا کردن تا حالا؟ نه، اون اسم اون سایتش 60million.com بود به کنایه از این که می‌خواستیم بگیم 60 میلیون از 70 میلیون ایرانی موافقن که قانون اساسی عوض و قرار بود به طریق امضا کنن، صحه بذارن بر فعالیت شما. اونو ما درست در حال چند میلیون سیو فکر میکنم، چون رژیم فیلترش کرد بلافاصله 48 ساعت یا 3 روز بعد از اینکه سایت را افتاد حکومت فیلترش کرد و بس. سیو فکر میکنم 8000 خورده امضا جمع شد و من شخصا خودم راضی بودم برای اینکه اون کاری که میخواستیم بکنیم که ایده این که مشکل نظام به ذاته و بعد با رفراندوم قانون اساسی و عوض بشه، در واقع ساختارش عوض شه، بنیانش عوض بشه، فکر کنم به قدر کافی مطرح شد، رفت به عمق و وسعتش فکر میکرد. خود رفراند، خود اون سایت طبیعتاً ماموریتشو انجام داد. نه سایتو نمیگم، اصولاً این ایده مطرح شد، به جای نرسید و فراموش شد. نه، برای اینکه الان به قول داخل کشور به این ایده میگن ساختار شکنی. الان یک فراکسیون بزرگی فرض کنید از جنبش دانشجویی، جنبش زنان کشور، جنبش‌های مدنی ما طرفدار ساختار شکنی هستن. نه، ایده اتفاقا به نظر من عمق و وسعت بیشتری پیدا کرد. علتی که این از همون اول هم بسیاری به شما انتقاد میکردن که این ایده به اصطلاح فلسفی ایدئالیستیه، یعنی توی کله و خیال آدم هست ولی با شرایط ایران جور در نمیاد، هیچ امکان عملیش هم نیست که شما رفراندوم بگیرین از مردم ایران، نظرخواهی بگین و بگین که شما میخواین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو تغییر بدین و به چه شکل تغییر بدین. در نتیجه از همون اول خیال پردازی بود، انتقاد خیلی به شما از همون اول هم این بود و شاید درست بود، حق با اونا بود، به همین دلیل هم که به نتیجه نه نرسید. من باید بگم هنوزم حق با ایشون نیست، برای اینکه شاید گلوی من پاره شد، بیشتر از 10 تا 20 تا مصاحبه مختلف و نوشته، نه من، اون 7 نفر دیگه هم که امضا کرده بودن، اون فراخوان اول رو بارها توضیح دادیم که آقا این سایت فکر نکنید باهاش قرار رفراندوم بکنید و فکرم نکنید که حکومت فردا صبح میگه خیلی خوب الحمدلله من میرم عقب آقای خامنه ای، بفرمایید یک صندوق بذارین زیر نظر سازمان های بین المللی بندر رفراندوم کن یا نظام جمهوری اسلامی رو. هیچ کس همچین انتظاری نداشت و ندارم. در نظام های اینچنینی شما باید اون مقدار فشار رو ایجاد کنید که وادار به عقب نشینی بشه و من بارها هم تکرار کردم اون مقدار فشاری که نظام جمهوری اسلامی رو وادار بکنه
بره انقدر عقب که شما بتونید رفراندوم بکنید رو قانون اساسی، حتی که انتخابات آزاد برگزار کنید. آقای فانی صبح بتونه بره کاندیدا بشه و بره رئیس جمهور شه و بره تو مجلس. این مقدار فشار در این قبیل نظام ها معمولا مساوی است با اینکه سرنگون میشه، یعنی اول توی خیابون مردم عزلش میکنن بعد اون اتفاق میفته. به هم دلیل من اون موقع ها در مقالاتم نوشتم و گفتم که چنین حرکتی از 5 مرحله عبور میکنه لاجرم. اون فراخوان برای امضای یک درخواست، یک پتیشن برای برگزاری رفراندوم که روی اون سایت قرار داشت، در گام دومش قرار میگرفت. ما الان هنوز در واقع در گام سومه، یک همچین حرکتی قرار داریم که گام سازماندهی طرفداران این نظریه است و به اصطلاح عمق و وسعت دادنش. خب حالا الان انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیکه و ظاهرا از جناح اصلاح طلب ها به هر حال یا آقای خاتمی یا آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی هم از قبل اعلام کرده که میزنه. حالا شما فکر میکنین که اگر که جناح اصلاح طلب در انتخابات آینده پیروز بشه، امکانی همچون چیزی هست که مثلا رفراندومی یا به شکلی نظرخواهی در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بشه؟ یعنی همونی که مورد نظر شماست و هم فکراتون؟ اصلاح طلبای دوم خردادی ما بار قبل که در قدرت بودن نشون دادن که استعداد چنین تغییر تئوریکی رو ندارن، تئوریش رو ندارن، یعنی تئوری که بهش بگی این قانون اساسی اشکال داره و باید عوضش بکنی، حاضر نیستن تا این حد جلو برن. صراحتاً بعضیشون، من ساعت‌ها بحث کردم با خیلی هاشون، میگن اینطوری این بساط اگه به هم بخوره دیگه گیره هیچ کدوم از ماها نمیاد و منم پاسخم این است که هیچ مهم نیست. ما به عنوان مسلمون ها ممکن است در هر تغییری در این کشور تغییر جدی بشه، تا 20 سال بعد هم حتی 10 کرسی تو پارلمان نتونیم به دست بیاریم و مردم به ما لج بکنن، اعتماد نداشته باشن، حقم دارن، ولی مهم نیست، کشور مهمه. باید ما این در چارچوب این ساختار اتفاقی نخواهد افتاد، باید بشکنیم. دوی خردادی های ما تجربه گذشتهشون نشون داد نه، چون این آمادگی رو ندارن. ولی شاید حالا این 3-4 ساله که دور از قدرت بودن عوض شده باشه. ولی اصولا خیلی صادقانه وقتی که به خودتون مراجعه میکنین و به وضعیت ایران نگاه میکنین، هیچ راه دیگه‌ای به غیر از اینکه تحولات و اصلاحاتی در داخل خود ایران توسط خود ایرانی ها و همین حکومتگران در داخل حکومت انجام بشه، واقعا هست؟ راه دیگه‌ای وجود داره؟ هر نوع تغییری در ایران اول باید در داخل ایران اتفاق بیفته. من گاهی اونجا بحث میشه، نوشتم هم به بعضی این مقامات امریکایی، صراحتا میگم ما تغییر حکومت در ایران انحصاراً در ید ملت ایرانه، به هیچ دولت و کشوری هم در دنیا ربط نداره. اما تغییر رفتار این رژیم نسبت به خصوص به مردم امروز که ملت ایران کمک دنیا رو احتیاج دارن، چون که ملت آفریقای جنوبی هم نیاز داشت و سازمان های بین المللی، سازمان های حقوق بشری و هاکذا. ولی این که در دولت های کشور ها چی؟ دولت ها هم دولت همتون. امریکا مثلا به نظر من دخالت بکنه در داخل ایران تغییر به نفع، حالا از زاویه حقوق بشر یا هر زاویه دیگه؟ به نظر من بله. تمام دولت های دنیا و سازمان های غیر دولتی می توانند به ملت ایران کمک بکنند با فشار به حکومت فعلی برای تغییر رفتارش نسبت به مردم ایران، به خصوص در حوزه مباحث حقوق بشر، دموکراتیک و آزادی بیان و این قبیل مسائل. آنچنان که فرض کن در مورد آفریقای جنوبی، وقتی تحریم جهانی علیه رژیم آپارتاید به عمل اومد، در واقع رضایت داد به اینکه حق اکثریت سیاه‌پوستو به رسمیت بشناسه. آنچنان که حکومت ایران الان در واقع حق اکثریت دگراندیش کشور رو حاضر نیست که به رسمیت بشناسه. شما الان دولت جدید در امریکا روی کار اومده و انتظار دارید که چه جور برخوردی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه؟ من انتظار دارم که حکومت فعلی پا به پای ستا چیزی که در واقع مسئله امریکایی هاست، یعنی مسئله هسته‌ای ایران، مسئله صلح عربستان و مسئله تروریسم،
و دنبال تغییر رفتار رژیم ایران در این سه حوزه هستن، حداقل سه چیز دیگر هم در کنارش اضافه بکنه در تغییر رفتار رژیم. یکی آزادی بیان در ایران، بازگشایی بیش از 400-500 روزنامه و ده ها وبلاگی که تعطیل شده است، آزادی تشکل انجمن هاست، احزاب، سندیکا هاست و آزادی انتخاباتی. انتخابات آزاد به معنی انتخاباتی که در شورای نگهبان نظارت استصوابی نداشته باشه و سازمان های بین المللی بتونن نظارت بکنن. پا به پای فشاری که به هر حال مردم ما رو داره به تنگنا میندازه وقتی تحریم اقتصادی شده، این خواست ها هم در مقابل رژیم ایران در هر مذاکره قرار بگیره که خواست ملت ایران. خیلی متشکرم آقای سازگار از شرکتتون در برنامه. ممنون.